معرفی 10 اپیزود منتخبم از سریال انیمیشنی عشق مرگ ربات ها و چیزهای دیگه توی این برنامه. سلام، مثال منصوری هستم. توی این برنامه در مورد عشق مرگ ربات ها صحبت میکنیم، سریال انیمیشنی جذاب. چه چیزهایی توی این برنامه بدون اسپویل خواهیم دید؟ معرفی کوتاه سریال، نکات جالب، سه موسیقی متن بسیار جذاب که پیدا کردم توی این انیمیشن سریالی و از 10 تا 1 اپیزودهای منتخبم. اول یک معرفی 1 دقیقه‌ای از این سریال جذاب. فکر کن ماست بشه رهبر انسان ها، فرمانده زمین. خوبی انیمیشن اینه که هیچ مرزی برای تخیل قائل نیست. ترسناک این که هر چیزی که انسان بهش فکر بکنه میتونه روزی اتفاق بیفته. و به چه چیزهایی این انیمیشن فکر رو نمی کنه. فریاد میزنه انیمیشن سریالی عشق مرگ ربات ها که برای بزرگسال ساخته شده و به هیچ وجه مناسب بچه ها نیست. سریع، تند و هشدار دهنده است. هر قسمت حدوداً 15 دقیقه. هر قسمت یک انیمیت کاملا متفاوته، یک ایده و داستان مستقل و یک ماجراجوی عجیب و غریب. بعضی هاشون بی‌نظیر. هر قسمت از این مجموعه مثل یه فینگر فود میمونه، مثل یه میان وعده سینمایی که خودش یه غذای کامله. Love This and Robots Adult Animated Anthology Streaming Television، یعنی مجموعه تلویزیونی گلچین انیمیشن بزرگسالان. گلچین یا آنتولوژی؟ آنتولوژی یعنی چی؟ به مجموعه هایی میگن که هر قسمتش با قسمت دیگری یا هر فصلش با فصل دیگری از نظر داستان کاملا متفاوته و عوامل و بازیگرها هم میتونن عوض بشن، مثل مثلا True Detective. اما چرا بهش میگن انیمیشن بزرگسال؟ انیمیشن بزرگسال چه ویژگی هایی داره؟ انیمیشن هایی که مناسب کودکان نیستن و میتونن چنین ویژگی هایی داشته باشن: صحنه های خیلی خشونت آمیز، صحنه های جنسی، موضوعات پیچیده فلسفی، سیاسی یا دیدگاه های اجتماعی خاص. Love This and Robot همه اینها رو داره. نکته جالب، سازنده تیم میلره، اما گاد پروژه، تهیه کننده اصلی پروژه دیوید فینچره، کارگردان برجسته هالیوود. تیم میلر و دیوید فینچر دادن هر قسمت رو تیم انیمیشن سازی در یک جایی از دنیا بسازه. مثلا انیمیت سروبات رو استدیوی در اسپانیا ساخته، مکنده روح در فرانسه ساخته شده، شکار درست کره جنوبی، شب ماهی لهستان، نبض ماشین ژاپن و موشهای میسن رو اسکاتلندی ها ساختن. دنیای انیمیشنه، سبکهای مختلف انیمیشن توی این سریال کار شدن. خیلی خیلی جذاب، پر جزئیات. اینو ببینید که هر قسمت بر اساس یک داستانی است. بیشتر فیلمنامه ها رو فیلیپ گلت نوشته، اقتباس کرده از روی این داستان. جالبه بدونید که یک دونه از این اپیزودهای بیرون آمده در این سه فصل رو، فقط یک دونش رو، دیوید فینچر خودش کارگردانی کرده. بد تراولینگ یا سفر بد، اپیزود دوم از فصل 3 رو خود دیوید فینچر ساخته. همونجور که گفتم بیشتر این فیلمنامه های اقتباسی رو فردی به نام فیلیپ گلت تبدیل به فیلمنامه کرده، اما برای این اپیزود دیوید فینچر نویسنده برجسته خودش رو که فیلم سینمایی هفته که از بهترین آثار دیوید فینچر رو نوشته رو آورده تا داستان رو به فیلمنامه تبدیل کنه، یعنی اندرو کوین واکر. اگه بخوام خیلی خلاصه حرف انیمیشن رو بگیم، به نظرم انتقادی است و هشداری است به سبک زندگی امروزی بشر، رفتار انسان با انسان، رفتار انسان با طبیعت. اما یه ترس از تکنولوژی هم تو کار هست. نه همه اپیزودها، بعضی هاشون هشدار دهندن نسبت به رشد تکنولوژی. این برام جالبه، مجموعه انیمیشنی که خودش به واسطه علم روز و تکنولوژی روز داره ساخته میشه، انتقاد بکنه از رشد تکنولوژی. نظرم در مورد سه فصل رو بگم. سه تا فصل اومده بیرون، فصل اول خیلی خوبه، فصل دوم میبینم که انتقادهای زیادی ازش میشه. فصل دوم برای من همون سادگیش زیباست، بیشتر اجازه میده درگیر داستان بشم، من لذت بردم. و فصل سوم
در این حال که گنگتر از دو فصل قبلیه، بعضی از اپیزودهاش بسیار بسیار قابل توجهه. جلوتر میگم کدوم ها. سه موسیقی برتر شماره 3، اپیزود نبض ماشین، قسمت 3 از فصل 3. فضای کارهای هانس زیمر رو داره موسیقی. لینک موسیقی هر سه رو توی دسکریپشن ویدیوی یوتیوب میذارم که بتونید برید کلیک کنید کاملش رو بشنوید. اینجا ایراد کپی رایت میگیره. شماره 2، آن سوی شکاف آکوئلا، اپیزود 7 از فصل 1. یه وکال خیلی جذاب خوبیه. و شماره اول از نظر موسیقی برای من وقتی ماست قدرت گرفت، اپیزود 6 از فصل اول. واقعا این موسیقی بی کلام زیباست، یه علمی تخیل راویگونه عالی. توی کانال تلگرام نسخه کامل هر سه تا موسیقی رو براتون میذارم که بتونید دانلود بکنید. ویدیو رو اگه دوست دارید لایک کنید، به اشتراک بذارید، کامنت بذارید، اینو کمک میکنه به کانال. مرسی. انیمیت ها بعضن بی‌نظیرن. سی جی آی بعضی از قسمت ها جوریه که مرز بین تصاویر رئال و گرافیکی رو گم میکنیم. واقعا میگم. بذارید به صورت تصویری چند تا مثال براتون بزنم. قسمت 7 از فصل 1، آن سوی شکاف آکوئلا. قسمت 11 از فصل 1، دست نجات. قسمت 13 از فصل 1، 13 خوش شانس. قسمت 4 از 2، برف در صحرا. قسمت 7 از 2، کپسول حیات. بازیگر این اپیزود مایکل بی جردنه و سازنده ها بیننده ها رو به این چالش دعوت کردن که تشخیص بدید تصاویر رئال کدومن، تصاویر گرافیکی کدومن، کدوم سی جی آیه، کدوم رئال، کجا مایکل بی جردن واقعا خودشه، کجا انیمیتشه. و اما بریم سراغ 10 اپیزود منتخبم از شماره 10 تا 1. شماره 10، عصر یخبندان. اولین ویژگی این قسمت برام رئال انیمیشن بودنش. بازیگر داره، بازیگر رئال داره، کاملا رئال برگزار میشه و تو دلش انیمیشن میبینی. این برام ویژه ترش میکنه. دومین چیزی که برام ویژه است، نوع برخورد شخصیت ها با دیدنه چیزی اعجاب انگیز در یخچال خونه شونه. شماره 9، قسمت 11 از فصل 1، دست نجات. خیلی جمع و جوره، بسیار جالبه برام. اضافه گویی نمی کنه و تا انتها خوب نگه هم داره. شماره 8، قسمت 3 از فصل 2، جوخه مرگ. فضای جنایی نوآر جذابی می سازه. تصویرسازی ویژه‌ای داره. مثلا اونچه که برای ماشین پلیس طراحی اجرا شده فراتر از یک کار 7-8 دقیقه، واقعا میتونه بیاد توی یک سینمایی بگنجه. اینم بگم جز اپیزودهایی است که در لیست پایانهای خیلی خوب من قرار میگیره. پایانش خیلی خوبه. شماره 7، قسمت 1 از 3، اپیزود 3 ربات استراتژی های خروج. این قسمت 2 از 3 رباته. 3 ربات در فصل اول یه قسمت داشتیم، انگار جواب داده. یه اپیزود دیگر فصل 3 هم ازش ساختم. چیزی که برام خیلی ویژه و بلده، میزان بی‌رحم بودنش نسبت به منقرض شدن نسل بشر. یک کمدی سیاه تمام عیاره. شماره 6، قسمت 1 از فصل 2، خدمات خودکار مشتری. استدیویی در فرانسه انیمیشنشو ساخته. خوش رنگ و لعابه و روایت شوخ و شنگی داره. یکی از هشدار دهنده هاست درباره تکنولوژی. این اپیزود رسما داره هشدار میده نسبت به رشد تکنولوژی. تعلیق داره، اپیزود شیرینیه، کمدی، من دوست داشتم. شماره 5، قسمت 6 از فصل 1، وقتی ماست قدرت را در دست گرفت. بیمرز بودن تخیلش برام جذابه. ماست بشه رهبر دنیا. اینم کمدی سیاهه و مفهوم جالبی ها هم میخواد برسونه. شماره 4، قسمت 9 از فصل 3، جیبارو. به خاطر انیمیشن عالیش، صداگذاری فوق‌العاده‌اش، داستان و چرخش داستانی گیراش و این فضای افسانه‌گونه‌ای که می‌سازه. این آخرین اپیزود فصل 3، فصل 3، یعنی آخرین فصلی که تا به حال آمده، با این اپیزود قدرتمند تموم شد. خیلی اپیزود عجیبیه.
شماره سوم، قسمت چهارم از فصل سه، شبمرگ کوچک. شبمرگ کوچک به خاطر استایل متفاوت انیمیشنش و اون خلاقیتی که در فضای تکراری ژانر زامبی میسازه برام بسیار ویژه است. بدون اضافه گویی، جمع و جور، جالب و هیجان انگیز. شماره دو، قسمت سوم از فصل یک، شاهد. شاهد رو هم همون استدیویی که جیبارو رو ساخته، یعنی استدیوی پینکمن تیوی در اسپانیا. انیمیشن فوق‌العاده، دکوپاژ تصویری عالی، مشخصه، یه استوری بورد فوق‌العاده با جزئیات طراحی شده و این طراحی اجرای عظیم و فوق‌العاده‌ای از نظر بصری براش اتفاق افتاده. قصه سعی میکنه فلسفه ماری که دوم خودش رو گاز گرفته رو بیان بکنه. یه جاهایی هم پاسکنی چیزای جالبی میبینی تو این اپیزود. و شماره یک، بهترین اپیزودم، منتخبم، قسمت دوازدهم از فصل یک، شب ماهی رو استدیوی پلاتیج ایمیج در لهستان ساخته، استدیوی گردن کلوفتیه. منهای استایل جذاب و خوش رنگ و لعاب انیمیشنش، این میزان غرق شدگی در رویا برام فوق‌العاده بود. رویایی ترین اپیزود عشق مرگ ربات هاست. وقتی انسان رویا میبینه، میپذیرتش و توش غرق میشه. جزو اپیزودهاییست که پایان بسیار ویژه‌ای هم داره. بین این 35 قسمتی که اومده، اپیزود مورد علاقتون رو بگید کدومه. اگه اسمش رو یادتونه بنویسین، اگه نه یه خلاصه قصه یه خط از قصهش رو بنویسید، ما میفهمیم منظورتون کدومه. و از این سه فصل هم بگید کدوم فصل مورد علاقتونه. این بود ویدئوی من در مورد سه فصل تا به حال بیرون آمده از سریال انیمیشنی Love, Death and Robots. مخلصم، خدافظ.